سلام مجدد خدمت همه دوستان با یه قسمت دیگه از سری سکرین کست های ایمکس در خدمتون هستم. شماره امروز خیلی کوتاه خواهد بود، البته امیدوارم خیلی سریع بریم سراغ اصل داستان. امروز یه سری خیلی کانفیگای خیلی ساده، یه سری متغیر رو ما مقدارش رو میخواییم ست کنیم که خیلی به کارمون خواهد اومد، مثلا سایز ایندنتمون و از اینجور چیزا. بعد در مورد کیبایندینگ ها صحبت خواهیم کرد و کیبورد مکرو و در آخر هم در مورد فلای چک. بریم سر اصل مطلب. من الان اینجا اول بریم هویج رو باز کنیم. من اینجا یه سری کد کپی پیست کردم از FT42 که همون اول در موردش با هم صحبت کنیم، به کارمون میاد. خیلی بهتره که بریم توی لیب و ادیتور بود بکنم توی ادیتور اینجا یه فانکشن جدید درست میکنیم به اسم global.config و کدمون اینجا پیست میکنیم. خب اول از همه این متغیری که اینجا میبینین، indent tabs mode، اگر true باشه مقدارش، برای ایندنت کردن از تب استفاده میکنه، یعنی دقیقا از slash t استفاده میکنه، backslash t. خب که خب عموما توی اکثر زبونهای برنامه نویسی، اکثر حالا مدهایی که شما ممکنه باش سر کار داشته باشین، همه ترجیح میدن به جای تب از اسپیس استفاده کنن. وقتی ما مقدار این متغیر رو به روی نیل ست میکنیم، خود ایمکس بای دیفالت وقتی شما تب میزنین مطمئن میشه که به جای اسلش بک اسلش تی از اسپیس مثلا 4 تا اسپیس 8 تا اسپیس استفاده کنه. خب من یه کامنت هم بذارم. اما برای اینکه اندازه هر ایندنتمون چقدر باشه، بای دیفالت فکر میکنم 4 تو ایمکس. خب حتی اینجا که مشخص نمیشه، فکر میکنم 4 باشه. ولی حالا صرف اطمینان، ما میتونیم تبدیل رو ست کنیم مثلا روی 2 که مطمئن بشیم که سایز ایندنتمون 2 تا اسپیس هستش. بعضی از زبان‌های برنامه‌نویسی ممکنه، حالا چه زبان برنامه‌نویسی چه کد استایل‌های مختلف، ممکنه از شما سایز متفاوتی نیاز داشته باشن. این چیزی که ما اینجا ست میکنیم دیفالتمون خواهد بود، چون ما میتونیم برای هر مود نو جدا ست بکنیم که حالا در اپیزودهای بعدی بهش میرسیم. خب اما یه چیز دیگه که خیلی کارمون میاد، یه هوکی توی ایمکس هست به اسم بیفور سیو هوک. خب هر بار که شما یه فایل رو میخواین، یه بافری رو میخواین ذخیره کنین با زدن کنترل S، کنترل X و کنترل S، قبل از اینکه دیتا روی هارد ذخیره بشه، تمام فانکشنایی که توی این هوک هستن توسط ایمکس اجرا میشن. خب همونجوری که از جلسات قبل با هم صحبت کردیم، add hook میاد یه فانکشن رو به این هوک هوکی که ما اینجا نوشتیم که بیفور سیو هوک هست اضافه میکنه. اما یه فانکشنی توی خود ایمکس وجود داره به اسم دیلیت تریلینگ وایت اسپیسز. خب وایت اسپیس کاری که میکنه اینه، شما تو خیلی از زبانهای برنامه‌نویسی، حالا من پایتون رو مثال میزنم چون جزء پپ 8 هستش، شما نباید مثلا جزء کدینگ استایلشونه که توی هر خطی که شما یه استیتمنت یا اکسپرشن دارین نباید تریلینگ وایت اسپیس داشته باشین، یعنی نباید آخرش وایت اسپیس داشته باشین. مثلا الان اینجا من چند تا وایت اسپیس دارم که اگه من سیف کنم این بافر رو، همونجوری که می‌بینین وایت اسپیس ها مونده. خب خیلی کلا خیلی کاربردیه که شما هر وقت فایلتون رو سیف می‌کنین اتوماتیک این
وایت اسپیس ها رو حذف کنید. این فانکشن دیلیت تریلینگ وایت اسپیس اتوماتیک تمام این اسپیس ها رو حذف میکنه از توی بافر فعلی شما. با قرار دادن این فانکشن توی هوک بیفور سیف هوک ما مطمئن میشیم که هر دفعه که ما یه فایل رو میخوایم سیف کنیم قبلش تمام این وایت اسپیس ها رو حذف میکنیم. و در آخر یه فانکشنی وجود داره به اسم yes or no dash p. این فانکشن وقتی شما یه کاری تو ایمکس میکنین که ایمکس از شما میخواد یه سوال بپرسه که جوابش yes یا no، از این فانکشن استفاده میکنه. مثلا شما میخواین ایمکس رو ببندین، بعد یه بافری دارین که سیو نشده، ازتون میپرسه مطمئنی میخوای از ایمکس خارج بشین، شما باید کامل تایپ کنین yes یا no. یه فانکشن دیگه ای وجود داره به اسم y or n dash p که خیلی شبیه همین فانکشن اولیه، ولی به جای اینکه کامل مجبور باشین تایپ کنین yes or no، شما میتونین یا بزنین y یا n واسه no. خب با این اکسپرشنی که ما اینجا داریم شما به ایمکس میگین که در واقع از مخفف، حالا مخفف که از حروف اولشون استفاده کنه بجای اینکه شما بخواین کامل تایپش کنین. اوکی خب ما این فانکشن اینجا نوشتیم، حالا باید من اوالویتش کردم، کنترل ایکس کنترل ای. حالا اگر من برگردیم به اینیت و اینجا صداش بزنیم، اسمش یادم رفت. اوکی حالا من اینجا دوباره اوالویتش بکنم، الان برای تست ما اگه مثلا یه سری اسپیس اینجا داشته باشیم، من سیوش کنم این فایل رو، بله حذفش کنم. خب این از کانفیگ دم دستی بود که مثلا برای فعلا میتونه کافی باشه و خیلی هم کاربردیه. اما بریم سراغ کی بایندینگ. برای اینکه در مورد کی بایندینگ ها توی ایمکس بیشتر بدونیم، اول یه سری توضیحات من باید بدم خدمتتون. یکی از مهمترین چیزهایی که باید در موردش صحبت کنیم کی مپ ها هستن. کی مپ چیه؟ کی مپ شما میتونید به عنوان یه هش مپ بهش نگاه کنین، حالا توی زبانای چون مثلا تو پایتون دیکشنری، تو جاوا اسکریپت آبجکت، یا حالا چیزای دیگه. خب ما اینجا الان بهتره به جای اینکه اینجا من اینو بنویسم این چیه اسکرچ پد. خب فرض کنیم مثلا حالا پایتون مثال بزنیم یا همچین چیزی. خب کلید کلن هش مپ ها یه دیتا استراکچر کی ولیو هستن، درسته؟ این کلید شما الان اینجا این استرینگ ولیه شما هم این عددی که اینجا هستش. خب کی مپ ها هم تو ایلیز یه چیزی تو همین مایه ها، اما به جای اینکه مثلا کلیدش حالا یه استرینگ باشه، کلیدش یه واقعا یه کی بایندینگه. حالا این چیزی که من می‌نویسم هیچ ربطی به ایلیسپ نداره، یعنی توی ایلیسپ ما اینجوری نشونش نمیدیم، فقط واسه اینکه ساده باشه و متوجه بشین. مثلا چه بدونم مثلا کنترل ایکس کنترل اس و خب بایند میکنیم به مثلا سیو بافر. خب یه چیزی توی مایه بازم اشاره میکنم که این چیزی که من اینجوری می‌نویسم مثلا ربطی به ایلیسپ نداره، فقط یه چیز مفهومیه واسه اینکه شما متوجه شین کی به کی. اینجوریه که وقتی شما یه کی مپ دارین، شما یه کلیدی رو که فشار میدین، یه کامبینیشنی از یه سری کلیدا رو که فشار میدین، میاد توی اون مپ شما نگاه میکنه که آیا کلیدی وجود داره که کلیدی با دکمه‌ای که شما وجود فشار دادین وجود داره یا نه. اگر وجود داشت میره فانکشنی که به عنوان ولیو اون کلید وجود داره رو پیدا میکنه و صداش میزنه. یعنی خیلی ساده کلن روندش اینجوریه. اما نکته که باید بدونین اینه که همه میجر مود ها و ماینر مود ها خودشون یه مپ دارن. خب عموما یه دونه فقط مپ دارن، بعضی هستن که بیشتر از یه دونه مپ دارن، ولی عموما یه دونه مپ دارن. خب برای مثال مثلا پایتون مود، خب اسم مپش پایتون داش مود داش مپ هستش. خب توی ماینر مودا مثلا چه بدونم
کمپانی مود مثلا مودش مود میبینید که وجود داره. خب شما وقتی میخواین تا اینجا پس متوجه شدیم که هر میجر مودی یک یا بیشتر کیمپ داره و ماینر مود هم همینطور. یه دونه کیمپ هم هست که کیمپ گلوبال خود ایمکسه، یعنی وقتی شما تو اون کلید تعریف میکنین یا کیبانیم تعریف میکنین در کل ایمکس در دسترسه، یعنی ورای اینکه میجر مود شما چی هست ماینر مودتون چیه از اون کیمپ میتونین استفاده کنین. خب یه سیستمی که وجود داره، حالا وقتی شما یه کلید رو فشار میدین اول ایمکس میاد توی میجر مودتون نگاه میکنه، بعد ماینر مود، بعد گلوبال مپتون. حتی ممکنه من این اوردر رو اشتباه کرده باشم، من همین الان از ذهنی دارم میگم، حتی میتونم سرچش کنم. حالا اوردرش رو بعدم متوجه میشیم، ولی مطمئنم که یا میجر مود یا ماینر مود ارجحیت دارن به گلوبال مپ. خب برای همین وقتی شما یه مثلا ما الان بیایم توی اینیتمون واسه اصلا خودمون آزمایش کنیم، یه دونه یه فانکشن هست به اسم گلوبال ست کی. خب این گلوبال ست کی میاد توی کی مپ گلوبالمون کلید برای ما ست میکنه. بخشید مثلا مثلا ما کلید F2 رو میخواییم مثلا چی بهش ست کنیم. آها یه فانکشنی هست برای جابجا شدن بین فایل ها بین خط ها، اسمش go to line. خب به صورت پیش فرض این فانکشن به Alt to G و G ست شده. خب یعنی من شماره خط رو بنویسم اینتر بزنم میره به اون خط. خب من به جای اینکه حالا واسه تست و هم اینکه یه تستی باشه هم بهتون نشون بدم که چجوری توی گلوبال مپ میتونین کی ست کنین، من ستش میکنم روی F2. خب یعنی علاوه بر Alt و G و G روی F2 هم باید کار کنه. اما اگه از اول به این اکسپرشن نگاه کنیم، این گلوبال ست کی یه فانکشنه که همجوری گفتم یه کی بایندینگ رو ست میکنه روی گلوبال مپ ما. یه حالا فکر کنم فانکشن باشه، بزنیم ببینیم چیه، یا فانکشن یا ماکرو دیگه از این حالت که خارج نیست. بله یه فانکشنه به اسم KBD که شما میتونید ازش استفاده کنین برای اینکه کلید مثلا اون کی بایندینگ که تو ذهنتون هست و به عنوان استرینگ بهش بدین و خودش حالا اینترپریتش میکنه به اون چیزی که ایمکس به اون فرماتی که ایمکس میفهمه و قبول میکنه. خب مثلا برای حالا ما اینجا F2 رو مجبور بودیم بذاریم داخل این علامت های کوچیک‌تر و بزرگتر. اگر شما مثلا بخواید بنویسید مثلا کنترل X حالا کنترل C مثلا نمیدونم I مثلا به این شکل میتونیم بنویسیم، ولی واسه F کیا باید حتما بین بزرگتر کوچیک‌تر قرارشون بدیم. و در نهایت هم اسم فانکشنی که میخواین صدا زده بشه برای اون کی بایندینگ حتما هم باید کوتش کنین با سینگل کوت. خب مگه الان اینو اوالویت کنم، اگر کلید F2 رو فشار بدم همونجور که میبینین از من شماره خط خواست، خب که ما میتونیم جا به جاشیم، پس این الان داره کار میکنه. اما یه فانکشن دیگه وجود داره به اسم define key. خب define key یه ذره ابسترکت تر نسبت به global set key و کاری که میکنه اینه اول یه key map میگیره و بعد key binding شما و فانکشنی که نیاز داریم به اون key binding bind بشه. برای تعریف کردن یه key binding توی مودای مختلف یا map های مختلف بهتره بگم از define key استفاده میشه. خب ما مثلا میخواییم توی کمپانی مود مپ درسته یه فانکشن
کی بایندینگ تعریف کنیم دوباره با F2. من باید جلسه بعدی درستش کنم. خب با F2 که این دفعه مثلا فانکشن هم اینجا تعریف کنیم، ما دوباره اومدیم یه فانکشن تعریف کردیم به اسم کمپانی مپ که فقط یه چیزی یه استرینگی رو پرینت میکنه و توی کمپانی مپ اون رو ما به کلید F2 ستش کردیم. الان من F2 بزنم میگه که آره درسته، میگه من همچین چیزی رو نمیتونم پیدا کنم، کامند کمپانی مپ رو نمیتونم پیدا کنم. خوب شد اینو متوجه شدیم. برای اینکه شما هر اون فانکشنی که میخواین ازش استفاده کنین تو کی بایندینگتون حتما باید اینتراکتیو باشه، در واقع حتما باید کامند باشه، یعنی از طریق زدن Alt و X بهش دسترسی داشته باشین. خب دوباره تعریفش میکنیم، دوباره کی بایندینگ رو ست میکنیم و امتحان میکنیم. خب میبینین که الان ماینر مود ما ارجحیت داره به گلوبال مپ ما، یعنی اون کی مپی که توی ماینر مود هست به کی مپ گلوبالمون ارجحیت داره. اما حالا واسه اینکه میجر مود امتحان کنیم ما اول نیازه که بدونیم اسم میجر مودمون چی هست. خب اسم میجر مود ما ایلیسپ موده، درسته؟ حتی یادمه که آره. دوباره میایم از دیفاین کی استفاده میکنیم و اسم مپمون رو مینویسیم. دوباره اسم کلید و فانکشنمون کلید مپ مثلا. خب و یک کپی پیست ساده. اوکی دوباره فانکشن رو من اِوالیوییت میکنم که تعریف بشه و کی بایندینگ رو ست میکنم. الان وقتی F2 بزنم میبینین که بله اون پایین تایپ کرد فرام کمپانی مپ. خب یعنی در واقع این خط داره اولویت داره نسبت به بقیه. خب پس واسه اینکه دوباره یادآوری بشه، یعنی تو ذهنمون بمونه، اوردر مپ هامون اینجوریه: اول ماینر مود مپ، بعد میجر مود مپ و در آخرم گلوبال مپ. پس شما اگه یک کی بایندینگ تعریف میکنین و حالا توی میجر مود خودتون یک کی بایندینگ تعریف میکنین، بعدن یه ماینر مودی بیاد روی همون کلید چیز دیگه ست کنه، در واقع تغییرات شما رو اوورراید میکنه. وقتی شما اون دکمه رو میزنید از ماینر مود، از مپ ماینر مودتون، یعنی اون کلید رو توی مپ ماینر مود سعی میکنه پیدا کنه و اولویت بالاتری خواهد داشت. ست کردن کی بایندینگ ها با همین سادگی توی ایمکس. حالا شما اگر اوید مود استفاده میکنین، برای کسایی که از ویم اومدن یه مقدار ممکنه این پروسه متفاوت باشه. من خودم اویل مود استفاده نمی کنم، دانش چندانی در موردش ندارم، ولی حالا واسه شماره بعدی شاید داخلم دنبالش دریافت گرفتم و یه اپیزود هم در مورد اون داشتیم. اما کلا همینه، چیز خاصی نداره. شما فقط با اسم مپتون رو بدونین، کلیدی که میخواین و فانکشنی که میخواین ست کنین. اگر مثلا حالا تو جلسه اول هم فکر کنم در موردش صحبت کردیم، اگر میخواین فانکشنی رو پیدا کنین که ست شده به یک کلیدی و شما میخواین کلیدش رو عوض کنین، با زدن کنترل H K شما میتونین دوباره همون کی بایندینگ رو بزنین. مثلا الان کنترل X کنترل S. خب اسم فانکشن رو بهتون نشون میده، مثلا الان میگه برای کنترل X کنترل S اسم فانکشنش سیو بافر هست. شما میتونین مثلا الان F2 رو
یعنی ست بافر سیو بافر رو ست کنین روی کلید F2 و حالا بنا به نیازتون کی بایندینگ های مختلف میتونین ست کنین. این قسمت یه مختصر در مورد کی بایندینگ ها فکر میکنم کافی بوده باشه. اما یکی از قابلیت هایی که مکس داره و من خودم خیلی 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 ازش استفاده میکنم کیبورد مکرو هستش. حالا فکر میکنم ادیتورهای دیگه هم داشته باشن، من در جریانش نیستم، اما کلا کیبورد مکرو چیه؟ شما مثلا فرداتم احترام بریم تو اسکرچ و مثلا توی الان اینجایی که هستیم، خب شما مثلا میخواین این اعداد رو با ستاره جایگزین کنین. خب یه راهش اینه که مثلا همین کاری که من الان کردم، دونه دونه پاک کنین و ستاره جاش بذارین. خب اما اگه مثلا لیست بزرگتر باشه ممکنه درد سر بشه واسه تون، هی بخواین این کار انجام بدین وقت بگیره، یا یه کار یه سری کارهای تکراری رو که انجام میخواین بدین توی ایمکستون شاید براتون ذره سخت باشه که یعنی وقتگیر باشه که بخواین یه سیکونس تکراری از کاراتون رو تون پشت سر هم انجام بدین. خب مثلا ایندنت یه سری چیزها رو درست کنین از اینجور کارا. خیلی وقتا مثلا من الان اینجا حالا این FT42 هست، نه هویج، خب مثلا من میخوام الان همین کار رو انجام بدم، یه چیزی قبلا درست کردم که به صورت مربعی در واقع انتخاب میکنه یه قسمت از کدو، میتونم تغییرش بدم. خب مثلا الان من ستاره میذارم همه با هم کار میکنه. خب اما فرض کنیم ما همچین چیزی رو نداریم. خب یکی از راههایی که وجود داره اینه که از کیبورد مکرو استفاده کنیم. کیبورد مکرو میاد یه سری از یه سیکونسی از کی بایندینگ ها رو شما به ایمکس میگین که این سیکونس رو برای من رکورد کن، و تا جایی که شما ازش بخواین یه سیکونسی رو رکورد میکنه، بعد شما بهش میگین که خب دوباره واسه من اون سیکونس رو اجرا کن، و مثلا اون سیکونس رو برای شما اجرا میکنه تا زمانی که بخواین. خیلی 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 قدرتمنده. حالا من واسه این جلسه فقط نحوه استفاده ازش رو میگم، واسه جلسات بعدی میتونیم حتی کدی بنویسیم که از کیبورد مکرو استفاده کنه. خب مثلا شما کیبورد مکروهای مورد استفادهتون رو یه جایی ذخیره کنین، هر وقت یه کی بایندینگ بهش بدین، هر وقت خواستین مثلا با یه کلید اون مکرو اجرا بشه. خب اما فعلا واسه الان من اینو یه ذره بزرگتر کنم، 22. ما میخواییم همه اینا رو، همه این عددا رو با ستاره جایگزین کنیم. خب برای اینکه از کیبورد مکرو استفاده کنین، حالا من کرسر رو ببرم یه جای دیگه، خب مثلا اینجا. خب برای اینکه از کیبورد مکرو استفاده کنین، شما با زدن کلید F3 از ایمکس میخواین که از این لحظه به بعد همه کی بایندینگ ها رو رکورد کنه واسه تون، و با زدن کلید F4 بهش میگین که رکورد رو متوقف کن. خب یعنی با متوقف کردن رکورد شما کیبورد مکروتون کامل، یعنی ساخت مکروتون کامل میشه. خب حالا اما برای اینکه ما حالا اون ستاره ها رو میخوایم جایگزین کنیم، خیلی بهتر بریم کرسرمون رو جایی بذاریم که اولین ستاره رو میخوایم بذاریم. من الان کلید F3 رو فشار میدم. اگه دقت کنیم پایین نوشته که Defining KBD Macro یا Keyboard Macro. خب از الان من هر کلیدی فشار بدم ایمکس یادش میمونه. خب من الان دوبار Ctrl D میزنم که دوتا کاراکتر پاک کنه، یه ستاره میذارم، یه Ctrl E میزنم که بره آخر خط. البته لجومی نداشت، ولی واسه اینکه اینجا من یه چند تا کاراکتر بزنم لازم بود این کار انجام دادم. این کار رو میخوام، این دوتا کاراکتر رو گذاشتم که شما متوجه شین، یعنی ببینین تغییرات رو وقتی ما این مکرو رو اپلای میکنیم. و دوباره میرم خط بعد و اول خط. خب الان دوباره F4 رو من میزنم، پایین اگه نگاه کنید میبینیمش که کیبورد مکرو دیفایند. خب من یه کیبورد مکرو دارم که چون آخرین کیبورد مکرویه که تعریف کردم، بای دیفالت ست یعنی آماده استفاده است. خب با زدن کلید کنترل ایکس و ای خالی، نه کنترل ای، کنترل ایکس و ای، این مکرو اجرا میشه. میبینین خط دوم اجرا شد. خب
بعد پایینم نوشته اگر دوباره من دکمه ای رو فشار بدم این مکرو رو ریپیت میکنه. خب دوباره من فشار میدم، این انگار من همون کلیدا رو پشت سر هم زده باشم. دقیقا همون اتفاق افتاد، اون علامت بزرگتر کوچکتر آخر خط اضافه شد و من تونتون با زدن کلید ای اون یه کیبورد مکروی که تعریف کرده بودم و اپلای کردم رو هر خط. خیلی خیلی کاربردیه، مخصوصا وقتی شما دارین روی تکست خیلی بزرگی کار میکنین، میخواین مثلا یه تغییرات خیلی عجیب غریبی رو تکستتون بدین. هر از چند گاهی من شما بگم هفته یا حداقل یه بار به کارم میاد کیبورد مکرو، که حالا تو جلسه بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم و یه مقدار حرفه‌ای تر دنبالش میکنم. اینم از کیبورد مکرو. ولی بریم سراغ اصل داستان امروز که خیلی خیلی مهمه ولی خیلی ساده است تابش. فلای چک چی هست؟ فلای چک یه لایبرری ایمکسه که وظیفش، حالا وظیفش که نه، در واقع سینتکس چکر، یه سینتکس چکر. خب حالا میتونه فقط سینتکس چکر باشه، میتونه کد استایل براتون چک کنه، میتونه کلا ازش استفاده کرد برای اینکه مثلا حتی ارورای لاجیکا رو تو کدتون مشخص کنه، مشخص کرد و از اینجور چیزا. خب بیشتر مثل کمپانی مود یه فریمورکه که حالا لایبرری های دیگه میان ازش استفاده میکنن. برای مثال ما اول اینکه برای استفاده ازش خود فلچک رو باید نصب کنیم و ستاپش کنیم. اما وقتی مثلا شما دارین روبی کار میکنین، جاواسکریپت کار میکنین، پایتون کار میکنین یا هر چیز دیگه ای، شما یه لایبرری مجزا و اکسترنالی باید نصب کنین. مثلا توی پایتون ESLint یا ببخشین توی جاواسکریپت مثلا ESLint یا چه میدونم توی پایتون مثلا باینری پپر 8 چیه، حالا الان تو ذهنم نیست، ولی کلن لینتر مخصوصش رو تو مخصوص اون زبون رو نصب کنه. خود فلای چک میاد پیدا میکنه اون لینتر رو، ازش استفاده میکنه برای لینت کردن کد شما، برای اینکه سینتکستون رو ولیدیت کنه. یا تو بعضی از زبونا که حالا من دیدم، حداقل مثلا توی کلوزر حتی لاجیک شما رو هم میتونه ولیدیت بکنه، بگه مثلا این کدی که نوشتی هیچ وقت اجرا نمیشه یا یه چیز دیگه. خب اما خود فلای چک، خود لایبرری فلای چک تمام اون چیزه، یه فریم ورکی که تمام چیزایی که برای سینتکس ولیدیشن شما نیاز دارین براتون فراهم میکنه. همونجوری که توی پیج اصلیش میبینین، مثلا از اون قسمت فرینج ایمکس گرفته، شما میتونین تغییر بدین تا خود کلماتی که مثلا وارنینگ دارن یا ارور دارن و خیلی چیزای دیگه. خب برای شروع ما امروز فقط میخوایم نصبش کنیم، که همونجوری که میبینین نصبش در حد نصب کردن یه پکیج و فعال کردن گلوبال مودش هست. خب ما برمیگردیم به هویج و تو لیست پکیج هامون اسم فلای چک رو هم میاریم. فلای چک قدیما موقعی که فلای چک نبود یه لایبرری دیگه بود که هنوزم هست به اسم فلای میک، که همین کار رو انجام میده. ولی فلای چک هم خیلی مدرن تره، هم کدش ترتمیز تره، هم پذیرفته شده تره دیگه این روزا. من این فانکشن رو اوالوییت میکنم، همچنین که میبینیم رفت واسه نصب فلای چک، اسخایی میکنم. الان فلای چک رو نصب کرد. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که بیم در آخر مود گلوبالش رو اجرا کنیم. به محض اینکه من اجراش کنم میبینیم که همون اول کاری از من یه ارور گرفته. من اگه برم یه جایی توی اون ارور کرسرمو نگه دارم، توی مینی بافر واسه من توضیح داره میده که چرا این ارور چیه. بای دیفالت چون ایلیس خودش لینترا و همه چیش تو خود ایمکس هست، فلای چک راحت پیداش میکنه و ازش استفاده میکنه. یعنی به محض فعال کردن فلای چک من مثلا به صورت فری دارم از لینتر ایلیس استفاده میکنم برای لینت کردن کد ایلیس بام، که همونجوری که الان میبینین نوشته فوتر باید یه همچین فرمتی داشته باشه. خب یعنی من الان اگر بیام اینجا سه تا سمیکالن بذارم و نویسم init.el ends here، خب الان من مشکل لینتر هم برطرف شد توی این گزینه. خب
این لیسپ یکی از خوبیایی که داره، حالا زبان قدیمی هست سر جاش، ولی یکی از خوبیایی که داره سر کدینگ استایل و این چیزا خیلی 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 گیره. واسه همین اگه من الان برگردم بالا میبینیم که دوباره همینجا یه ایشی من دارم که توضیح داده که باید چیکارش کرد. خب فلای چک یکی دوتا کیبایندینگ خیلی به درد بخور داره که من براتون میگم. یکیش کنترل سی علامت تعجب N، اون یکیش کنترل سی علامت تعجب P و در آخرم L. خب این کنترل سی علامت تعجب N میچرخه میره روی خطای بعدی که توی بافرتون وجود داره، حالا یا خطای یا وارنینگ. با کنترل سی علامت تعجب پی میریم به قبلی و با ال یه لیست ازش رو میبینیم. برای اینکه امتحان کنیم بهتره که با نیکس شروع کنیم. کنترل سی علامت تعجب ان. خب میبینیم که اومد اینجا، اون پایین ارورش رو میبینیم که میگه cannot open file no such file or directory screencast، که منطقیه. خب دوباره اگه من همین رو فشار بدم، همین کیبایندینگ رو، میره سراغ خطای بعدی. حالا کنترل سی علامت تعجب پی برگشت دوباره به خطای قبلی و در آخرم کنترل سی علامت تعجب ال یه لیستی از ایراداتی که توی بافرتون وجود داره با لولش، کدوم خطه و خطاش چیه رو میبینید. خب خیلی به کار میاد. حالا توی شماره های بعدی که ما رفتیم سراغ زبان برنامه‌نویسی دیگه، اونجا خیلی پررنگ‌تر هم به چشتون میاد. اما برای اینکه ما اینو فیکسش کنیم، اجازه بدیم که مثلا ببینید که ادمن، یعنی ایلیسپ انتظار داره که من حتما یه هدری با یه فرمت خاصی داشته باشم و اگه اون فرمت رو به هم بریزم ازم ایراد میگیره. خب خدمت شما عرض شود که اینجا که این ربطش به لودینگ پتمونه، هیچی دیگه چی هست؟ هیچی. یا اگه مثلا ما بیاییم ایلیسپ رو باز کنیم، میبینیم که اینجا اتفاقا خیلی بیشتر ما یعنی ایرادات بیشتری داریم. خیلی خوبه، من الان اینا رو نمیخوام فیکس کنم، ولی اگر این اسکرین کست رو تماشا میکنین، من اینا رو میذارم بمونه. الان کدی که پوش میکنم اینا رو میذارم بمونه. اگه علاقه داشتین خیلی پیشنهاد میکنم، حتی واسه آشنایی هم شده، اینا رو فیکس کنین و یه پول ریکوست بدین که مرجش کنیم تو کد اصلی. با یه این اینتروداکشن خیلی مقدماتی که در مورد فلای چک داشتیم، این شماره هم تموم میشه. واسه شماره بعدی خیلی امیدوارم که شروع کنیم مودهای مختلف برای زبانهای برنامه‌نویسی مختلف رو یواش یواش ستاپ کنیم و یه فرمتی به کدمون بدیم. شاید حتی در مورد مکروهای لیسپ هم صحبت کردیم. خیلی خوشحال میشم فیدبکتون رو در مورد این اسکرین‌کست ها بدونم و امیدوارم مفید بوده باشه. تا شماره بعدی، خداحافظ.